درس امروز ما در برنامه مایکروسافت وورد تبع رفرنسز آغاز میکنه. در تبع رفرنسز گروپ اول بخش اول را که بحث میکنیم تیبل آف کانتنتس هستن. اگر خواسته باشم فهرست عناوین سند خود تنظیمات کنیم، پس از گروپ Table of Contents استفاده میکنیم. فهرست عناوین یکی از بحث‌های کلیدی کتاب، چپتر و یا از سند هست. همین که عناوین را که شما در سند درج میکنین و میخواین که او عناوین شامل فهرست شود، وظیفه Tab References Table of Contents یکی کدام عناوین شما به خاطر فهرست تعریف میکنین باید مشخص شود، باید تعریف شود. Table of Contents یا فهرست عناوین به ما کمک میکنه که ما از طریق فهرست صفحات زود پیدا کنیم، به ما کمک میکنه که عناوین سند بفهمیم که در این کتاب یا در این چپتر چی عناوین استفاده شده. شما زمانی که در یک کتاب فروشی مراجعه میکنین، اول میرین فهرستش رو میبینین که کدام عناوین در این کتاب در چه هست. اگر صفحه به صفحه عنوان پیدا میکنی و بعدا میبینی بسیار وقت گیر میباشه. یا میری به کتاب فروشی فهرست رو میبینی که از طریق فهرست عنوان در کدام صفحه است، امو صفحه رو ورق میزنی به امو صفحه میری و بعدا عنوان دریافت میکنی. یعنی این خصوصیات فهرست است. امروز بحث ما عملا درس ترتیب کردن فهرست در سند هستن. اگر شما در ابتدا عناوین به خاطر فهرست عد میکنید و یا بعدا مشکل نیست. خب اگر شما عناوین در فهرست میخواین، خوب است که در ابتدا عناوین به خاطر فهرست عد بگین. بعدا هم میشه که چنجنگ بیا، مشکل نیست. این مثال مونوگراف شما تایپ کردین، بعدا هم عناوین یا هیدینگ ها را در فهرست اضافه میکنین، باید عد شا. این و عناوینه که ما میگیم عناوین است اما عد نگفته باشیم، او را به حیث عنوان در سند نمیشناسن. البته بسیاری از نویسنده ها و یا کسایی که مونوگراف ترتیب میکنن واسه یه عناوین در اون صفحه که هست صفحهشان عنوان کپی میکنه و بعدا اونجا نویشه میکنه، دات اضافه میکنه و خودشان هم برای اضافه میکنه. باز مشکلش این است که بعدا اگر تغییرات میه این فهرست که باز گد و بد هستن. مثال ما، عنوان ما هست کمپیوتر. اگر خواسته باشیم کمپیوتر شامل فهرست سند ما شود، The table of contents نوشته است in add text. در add text اضافه کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر table of contents، به خاطر فهرست عناوین. در کدام لیول؟ لیول یک. اگر میخواییم لیول بندی را داشته باشین، باز عنوان را ببینید که در کدام لیول است. خب کمیتر عنوان عمومی سند است، پس لیول چند میه؟ لیول یک میه. مربوط به کمیتر نویشی خود را تایپ میکنیم. فرض کنین مربوط به کمیتر نویشی خود را تایپ کردیم. عنوان بعدی ما هستن سافتویر. به اساس لیول سافتویر در کدام لیول میه؟ در لیول یا کتگوری دوم میه. از این که زیرینوانی کمپیوتر است، سافتویر ما بالاتر از کمپیوتر تعریف کرده نمیتونیم، بخش جزء از بحث کمپیوتر هستن. پس لیول دو، شارتکتشان کنترول آلت دو. کنترول آلت دو، کنترول آلت یک شارتکت هیدینگ یک یا لیول یک هست. حال مثال مربوط به سافتویر ما دیتاهای خود درج کردیم، یعنی
شرط نیست که در ابتدا لیول بندی رو استفاده کنی، گفتم بعدا هم میشه که استفاده کنی، اونایی رو که تو میخوای ادش کنی. بحث دیگه ما هستن سیستم سافتویر. عنوان شما میفهمین که این عنوان مربوط به کدام عنوان، به کدام کاتگوری میه. سیستم سافتویر عنوان هست، هیدینگ هست که مربوط به سافتویر هست، درست است؟ مربوط به سافتویر میشه. پس هیدینگ چند اضافه میشه؟ هیدینگ سین از اینکه این عنوان به طرف و پایین از موضوع سافتویر هستن، یعنی بخشی از مربوط به سافتویر هستن. خب اینجا مربوط به سیستم سافتویر همچنان نوشته خود تایپ میکنیم. اپلیکیشن سافتویر همچنان بحث مربوط به سافتویر است، پس این همچنان لیول سه باید صفحه مربوط به اپلیکیشن همچنان نوشته خود تایپ میکنیم. عنوان دیگه ما باشه هاردویر. هاردویر از لحاظ کتگوری به کتگوری سافتویر میه، پس کتگوری سافتویر لیول دو بود، این هم در لیول دو قرار میدیم. این اگر میخوایی هاردویر بحث مربوط به کمپیوتر قرار بگیره، در از لحاظ لیول لیول دو باید داشته باشه، میزید که کمپیوتر لیول اول است. مسایر دیگه خاص باز به این تعداد پاراگراف خاص باسته اینتر میکنیم. نویشه میکنیم مثال اینترنل هاردویر devices. پس ما میم انتخاب میکنیم Ctrl Alt C شارتکتشون، یا در تکست ببینیم لیول 3 را به خود گرفت. Ctrl Alt 1 لیول 1، Ctrl Alt 2 لیول 2، Ctrl Alt C لیول 3. بیش از 3 لیول ما داریم، میتونیم لیول ها را داشته باشیم، تا به 9 لیول هم میشه استفاده شد. اما استفاده 9 لیول هم کار مشکلی هست. عنوان دیگه ما باشه مثال external hardware devices، انتخاب در تکس لیول سه مربوط به external hardware devices همچنان نمیشه خود را تایپ میکنم. عناوینی را که میخواستیم به خاطر فهرست مشخص بسازیم ادش کنیم اد کردیم. بعدا در شروع عنوان قرار میگیریم کنترل انتر میگیم، به خاطر ازی که فهرست معمولا تاپ اف دا داکومنت میباشه. یک صفحه خالی را که بالا هر جایی که میخوایی در شروع مولین کرسر را میگذاری، چی میگی؟ کنترل انتر. خب اینجا کرسر را گذاشیم، بعدا نویشه سن تیبل اف کانتنتس. حال دیگه کانتنتس یا فهرست به کدام فرمت میخوایی میتونی درجه صفحه موجوده بسازیم و یا فهرست اینجا اضافه کنیم. منتظر به این میباشیم که لیست فهرست باز کنه، این فرمت ها را پیشنهاد میکنه. حال به کدام فرمت میخواین اینجا کلیک میکنیم، فهرست اوتومات به همون فرمت برای ما اضافه میکنه. این فهرست یا هیدینگ های هستن که ما مشخص ساخته بودیم، فعلا شامل فهرست ساخته کنیم. ببینیم کمیتر لیول اول، در کمیتر بحث دوم سافتویر است، در سافتویر های این دو بحث است. باز بحث دیگه که اینتر هاردویر هست، باز در هاردویر دو بحث دیگه هستن که اینجا مشخص است. گفتیم که دو فایده یا دو هدف اساسی کانتنسی است. فعلا اگر ما بگویم که در اینی داکومنت چی چیز استفاده شده واضح است. اینی عناوین است. اپلیکیشن سافتویر در کدام صفحه است واضح است، صفحه رو نشان میده. کلیک میکنیم اتومات ما رو به صفحه 5 انتقال میده به موی عنوان. اگر هارد باشه ورق پنج ورق میزنیم، دست ورق پنجم همین عنوان چاپ هست و دمو ورق میباشه. این اگر ما از این طریق عناوین مشخص بسازیم، ترتیب کردن فهرست هم اصولی و هم استاندارد میه. اگر ما بیم خود ما عنوان رو درج کنیم، نقطه نقطه رو اضافه کنیم، بعدن صفحهشان رو ببینیم و بعدن عدد صفحهشان رو درج کنیم، کار مشکلی هست و غیر قانونی و غیر اصولی هست. اگر شما در این فرمت چنجینگ بیارید، انتخاب در تیبل اف کانتنتس، این فرمت ها خوشت نامد، نویشه هستن کستوم. خب مور اپشن اینجا لیست بخشای بیشتر باز میکنه، نه کستوم میگه، نه کستومیش نمبر باشه نباشه.
هیدینگ ها باشن، لینک باشه. خب اگر کلیک کنید لینک باشه که تو ما اونجا انتقال بش بدن. به کدام فرمت میخواین؟ لین چطور لین میخواین؟ اینجا لین ها هستن و تا چند لیول شو کنن؟ تا نو لیول؟ بله تا نو لیول. یس. یکی فرمت هم چنج کردیم، لینش فرمتش تغییر کرد. دیگه که در هر تکست تا نو لیول اضافه شد، تا نو لیول ما میتونیم استفاده کنیم. تا چند لیول؟ تا نو لیول ما میتونیم در سند داشته باشیم. محسوس ضرورت. کنترل N. افغانستان. مثال ما متن تایپ کردیم، بعدن کابل. عنوان بعدی ما کابل. خب دیگه عنوان هست. مثال پغمان، مربوط به پغمان هم نوشته خود تایپ میکنیم. قره‌باغ. دیگه ولایت تایپ میکنیم. سال هلمند. نوه ما سایران دی خاصباس خاصباس این تایپ میکنیم. فرض کنین ما سند را تایپ کردیم، اما عناوین به خاطر فهرست مشخص نساخته، مشکل نیست. حال چی میکنیم؟ حال باید ما عناوین را که میخوایم داخل فهرست شود باید انتخاب کنیم. در رفرنسز در تکس اضافه شد. لیول یک، کنترل آلت یک، لیول یک. حالا عنوان بعدی را پیدا کنم. طریقه آسان، فایند میگیم فایند. صفحه فایند را باز میکنیم، برش میگیم کابل. اتومات کابل را بر ما فایند میکنه. باز کابل را انتخاب میکنیم. اگر میخوایی که نی لیول بندی نشد تمامیشن در یک لیست دیده شد، باز میرم لیول یک انتخاب میکنیم. اما از لحاظ اصول افغانستان عنوان عمومی است، لیول یک. کابل لیول دو میه. ولسوالی ها لیول سه میه. قریه جات لیول چار میه. خب این لیول یک نه، لیول دو میخه. این احساس لیول اگر مرد میکنه. خب عنوان دیگه ما پغمان. پغمان انتخاب لیول چند میه؟ پغمان لیول سیمه. بخاطر از اینکه خود کابل که سرینوانی پغمان هستن لیول دو هست. درست هست؟ سرینوانی کابل افغانستان هست لیول یک. آه اگر ما دیگه کشورها در جنی سنت میسازیم بازو هم لیول یک میان. از اینکه از لاست کتگوری یک هستن. قره‌باغ انتخاب کنترل آلت سی لیول سی. هلمند. هلمند همچنان به مثل کابل یک ولایت هست. لیول چند میه؟ لیول دو میه. هدف لیول ها رو فهمیدیم؟ هدف لیول ها میهستم. نوه. نوه همچنان ولسوالی هلمند است، لیول سی. و اگر اینجا ما بخش دیگه رو داشت کرده باشیم، مثال یک قرار داشت میکنیم به نام دی بالا. انتخاب این لیول چند می؟ لیول چار می. یک موقعیت ولسوالی که درش میگونی به اساس لیول بندی که استفاده کردیم لیول چار می. میخواین فهرستشان داشته باشین. باز هم میم در شروع در این موقعیت کرسر هم میگذاریم کنترول انتر به طرف بالای همین سند صفحه خالی رو اضافه کردیم. در تیبل اف کانتنس اینجا کدام فرمت هم میخواییم، به کدام فرمت کلیک میکنیم، فهرست برای ما درج میکنه. از این فرمت ها کدام فرمت هم میخواییم اتومات درج میشه. خب اولو سوالیشن درج نشد. در تیبل اف کانتنس در کستوم برش میگیم تا نولی ولی ما میخواییم دیده شود. یس. اینو لیول چهارم همچنان که دیواره هست استفاده شده. اگر ترتیب مد نظر بگیریم یک ترتیب بسیار استاندارد مد نظر گرفته شده. در تیبل اف کانتنتس بعدا نوشته است آپدیت تیبل. شاید شما در صفحات سند که فعلا فهرست ترتیب کردین تغییرات میریم. یک صفحه را کم میسازیم یا متن کم و زیاد میسازیم. در صفحات چنجینگ نمی؟ چنجینگ میه. حالا ببینین مثال دینی موقعیت من
متن اینی قدر زیاد ساختم یا متن کم ساختیم، میبینیم که مکمل صفحات تغییر کرده، از لحاظ فعلا لوکیشن تغییر کرده. ممکن کابل، کابل ببینید اینجا صفحه نشان میده، در استراتیجی بار ببینید که کابل در کدام صفحه است. فعلا یک عنوان شما سمی کنم کابل در صفحه 15 است، اما اینجا ببین کابل در کدام صفحه است؟ صفحه 8. وقتی کابل در صفحه 15 است، پغمان، قره‌باغ، هلمند، نواد، دیوالات تمامیشان لوکیشنشان چنج شده، اما اینجا چنجینگ صورت نگرفته. در این حالت آپدیت تیبل، آپدیت پیج نمبر اون لیبلی پیج نمبر آپدیت شد. آیا آپدیت نشد پیج نمبر؟ پیج نمبر اتومات آپدیت شد. اگر به اصولشان فهرست ترتیب کرده باشیم، بعدا هر تغییراتی که میبینیم فقط آپدیت. مثال یک عنوان دیگه رو من اینجا درج میکنم. خب میم برش میگیم پغمان، در پغمان اینجا یک موقعیت فرعی پغمان ما یا قریهشان رو درج میکنیم به نام منطقه احمدزاده. پس انتخابش میکنیم یا به نام اوریاخیل موقعیت است. اوریاخیل اوتومات در فهرست اضافه نمیشه تا زمانی که در ارتکس اضافه نکنیم. این لیول چند میاد؟ 4 میاد. از اینکه اولسوالی فعلا به اساس لیول ها لیول 3 آمده. پس میم انتخاب دا اپدیت تیبل. اینجا چی میگین؟ اپدیت انتایر تیبل. عناوینی که در شده اپدیت میکنه. ببینیم در پغمان عنوان اوریاخیل که در شد یک لیول بعد مربوط به پغمان موقعیت اضافه میشه. در هر موقعیت سنده که شما این عنوان را کم و زیاد میسازید، وقتی اپدیت میگیم در اون موقعیت ها تغییرات میه. یعنی بعد از پغمان اوریا خیلی تایپ کردم، اما اونجا بعد از پغمان میه. اگر تو یک عنوان داخل اضافه میکنی، باز هم اون عنوان داخل فهرست میه. خب شما خب به اساس ترتیب باز عنوان در جای درج میکنین که مسلسله مراد شد، باز فهرست هم مسلسله رو مراد میکنه، گدودی نمیکنه، بسیار استاندارد میباشه. گروپ بعدی گروپ فوتنوتس هستن. در گروپ فوتنوتس نوشته هستن insert in footnote و insert in note. شارتکت فوتنوت Alt Ctrl F یا Ctrl Alt F و شارتکت in note Alt Ctrl D یا Ctrl Alt D فرق نمی کنن، Ctrl Alt یا Alt Ctrl بگین، Alt Ctrl F، Alt Ctrl D یا Ctrl Alt D F. اگر شما میخواین منابع سند استفاده شده را در سند استفاده کنین، وظیفه فوتنوت و اینوت هستن. در اصول مونوگراف و کتاب نویسی هستن که وقتی شما از منبع استفاده میکنین، باید از منبعی که استفاده میکنین باید منبع توضیح داده شود، باید منبع واضح شود که این متن از کدام منبع استفاده شده. همونطور است در کتاب ها دیده باشین در آخر کتاب ها فوتنوت ها استفاده میشن. میگیم به فوتنوت نوشته است insert footnote. فوتنوت در خود صفحه موقعیت باز میکنه. اینجا هم عدد یک است، به طرف بالا هم عدد یک است. مثال کدام صفحه، نام کتاب، مثال هستوری افغانستان، نویسندهشان حامد احمدی. وقتی یک کسی میبینه اونجا مطالعه میکنه، میبینه که عدد هستن. اینجا متوجه هستین؟ اینجا عدد هستن. به طرف پایین صفحه که مراجعه میکنن، آدرس همون را بر مکمل یا منبع متن که گرفته شده اینجا نوشته است. در کتاب های عربی و دینی بسیار زیاد استفاده میشه. مثال این متن از جایی که گرفتی میخوای که منبعشان را درج کنی، insert footnote. در هر صفحه میتونی بیشتر از یک بار دوبار استفاده کنی، مشکل نیست. مثال میگیم پیج 50. عنوان هست افغانستان، نام نویسنده کمال.
بعضی علما چی میگن؟ بعضی علما به خاطر تفسیر، به خاطر توضیحات، به خاطر تشریحات بیشتر یک متن از فوتنوت استفاده میکنن. خب بیا مشکل نیست. یک پاراگراف است به تفسیر ضرورت داره. به تعریفات زیاد ضرورت داره. به تشریحات زیاد ضرورت هست. میتونی از فوتنوت استفاده کنی. درست؟ شارتکت فوتنوت کنترل آلت F یا Alt Control F. فوتنوت 4 است. فوتنوت 4 اینجا اضافه شد. وقتی اینجا مطالعه میشه فوتنوت عدد 4 اینجا هم است و اینجا هم هستن. بس دیگه هست Insert in Note. بس این نوت که هست به خاطر درج منبی آخرین صفحه سند مد نظر میگیره. این تفاوتشان هستن. مثال تو میخوای که منبع این متن انتخاب شده را درج کنی insert in note میگی. فعلا کدام موقعیت باز شد؟ آخرین صفحه سند باز میشه. اتومات ما را به آخرین موقعیت سند انتقال میده. یک درج منبع در صفحه است، یک درج منبع یا ماخذ در آخر سند است. وقتی یک کتابی را که شما نویسندیشان هستین یا مونوگراف را تایپ کردین از کدام منابعی که استفاده کردین؟ آدرس های کلیشن در ماخذ در آخرین سند این نوت استفاده میشن. تو میتونی یک کتاب از یک کتاب از یک صفحه مثال اینجا استفاده کردی آدرسش نوشته کردی، در دیگه صفحه هم مثال در اینجا از امو کتاب باز استفاده کردی، از امو کتاب در اینی صفحه باز از اینی آدرس استفاده کردی. اما از کتابی که شما استفاده کردین در این نوت یک بار مشخصات درج میشه. چند بار؟ یک بار آدرسشون درج میشه. یکی منابع یا ماخذ عمومی کتاب است در آخر سند درج میشه. یکی منابع یا ماخذ در خود سند هستن که آدرسشون در خود سند میخواین درج کنین. موضوع بعدی، خب شرکت این نوت Alt Control D. تفاوتایشون در نمبرهای رومی و نمبرهای شرقی واضح میشن. در نمبرهای انگلیسی به این نوت نمبر رومی اضافه میشن و به فوتنوت نمبرهای انگلیسی. نیکس فوتنوت، پریوی فوتنوت ما را به این نوت و فوتنوت بالا و پایین انتقال میتوه. به این شکل این نوت همچنان نمیشه از شو نوت ما را به صحیح فوتنوت انتقال بده. فعلا صحیح فوتنوت است. اگر در فوتنوت سیتنگ تنظیمات میکنیم فوتنوت انتخاب میبشه. اگر با این نوت میخواید قرار بگیری صحیح این نوت برتان میره و دیگه ای که باز تنظیمات ما در فوتنوت بیشتر تنظیمات ما باز در بخش این نوت میباشن. اگر میخواید در این نوت یا در فوتنوت بیشتر از این تنظیمات کنیم مین به فوتنوت سیتنگ کلیک میکنیم نویشه از فوتنوت میخواید لوکیشن بره باتم آف پیج یا بیلو تکس کنترل این مکسنه دی جدید باز میکنم. مثال برتان کار میکنم. اینجا ما متن تایپ کردیم. ما میخوایم اینی موقعیت فوتنوت استفاده کنم. فعلا فوتنوت در کدام موقعیت صفحه اضافه شد؟ داخل صفحه. اگر ما بیم در رفرنسز بعدن در فوتنوتس اینجا برش بگیم نه بیلو تکس به طرف پایین متن، هر جایی که متن در صفحه تکمیل است در موجه به طرف پایین متن باشه. ببینید موقعیتشون پایین متن هستن. اگر میخوای آخرین صفحه را مد نظر بگیره باتم آف پیج باز آخرین صفحه را مد نظر بگیره. موضوع بعدی این نوت end of document یا end of section. ما شما در درس دیروز سکشن خوانده. فرض کنیم این بحث ما هست مربوط به افغانستان مسارندی خاص باز به این تعداد پاراگراف خاص بسه این تر میکنیم. میم به لیاوت The Bricks اینجا میگم next page سکشن اضافه میکنم. این سکشن ما هست ایران. ما فعلا دو سکشن داریم. حالا اگر در سکشن اول هستیم یا در سکشن دو هستیم زمانی که در رفرنسز این نوت استفاده میکنیم آخرین موقعیت سند باز میکنه. همونطور است اگر در سکشن دوم ما این نوت استفاده میکنیم یا در سکشن اول. اما درج منبع یا ماخذ آخر سند است.
در بعضی کتاب‌ها دیدین وقتی که یک فصل تکمیل میشه باز این نوتشون در ختم هر فصل هستن. اما ترس ما چی میگم؟ ما میگم این نوت‌های افغانستان در ختم مصفیهات افغانستان قرار بگیرن و از ایران در ختم خود صفحات چی قرار بگیرن؟ ایران قرار بگیرن. پس چی میکنیم؟ میگیم در فوتنوتس خب تمامی سند انتخاب میکنیم؟ نه، میگیم به فوتنوتس اینجا برش میگیم این نوت هست end of section. This section یعنی هول داکومنت همین تنظیمات تطبیق شد. از ایران دو نوتی که استفاده کردیم اینجا هست، از افغانستان در ختم خود متن افغانستان پایین قرار گرفتن. متوجه هستین؟ حالا مربوط به هر سکشن این نوت هایشان یا مخز هایشان داخل همون سکشن درج میشه، در عمومیت سند درج نمیشه. اینجا نمیشه سم convert. اگر شما میخواین فوتنوت به این نوت، این نوت به فوتنوت convert میسازین، وظیفه convert هستن. نه convert نمیسازم، یعنی تبدیلش میکنیم موقعتاش جهتاشون. در چند کالم باشه برش میگیم دو کالم باشه همین فوتنوت استفاده شده. فعلا در چند کالم هست؟ دو کالم. اگر میخواین که نه فرمت نرمال باشه، نمبر فرمت فوتنوت فعلا چی هست؟ یک دوسه است. اگر میخوای که نه ای بی سی باشه باز ای بی سی تبدیل میشه. درست است؟ نمبر فرمت فوتنوت اینجا انتخاب مهم است. اگر فوتنوت انتخاب باشه تنظیمات در بخش فوتنوت قابل تطبیق است. اگر این نوت انتخاب باشه تنظیمات در کدام بخش قابل تطبیق است؟ بخش این نوت. خب ما فوتنوت انتخاب میکنم برش میگم یک دوسه باشه. درست است؟ باز میم فوتنوت انتخاب میکنیم. اگر میخوای مشخص انتخاب شوه در میشونوت فوتنوت ایریا را انتخاب کن، باز بیار باز همیشه فوتنوت انتخاب می باشن. نمبرش از چند شروع شد؟ نمبر فوتنوت خب از یک شروع شد. کانتینیوز باشه یا هر سکشن از یک شروع شد، یا هر صفحه از یک شروع شد، هر صفحه از یک شروع شد. حالا صفحه بعدی که میم فوتنوت هم از چند شروع شدن؟ از یک. یک قبلا خود مسلسل بود کانتینیوز. اگر میخواین که مسلسل باشه باز میم کانتینیوز میگیم. امی تنظیمات رو که انجام میدین به تمامی سند میخواین تطبیق شو؟ بله به تمامی سند میخواین تطبیق شو. اینجا دو بحثه که مهم است و سوال هم میشه که جوابش هم کار بزرگی هست. فرض کنین من اینجا یک فایل قبلا و دری تایپ کردم، سوالایی که برای شما ترتیب کردم، من را باز میکنم که بازی شد. این متن فعلا به زبان دری تایپ شده که فعلا ما باز میکنم. اما تو راست ما میگیم به این متن از فوتنوت استفاده میکنم یا این نوت. داتا رفرنس چی میگیم؟ انزرت فوتنوت alt control f. موقعیت فوتنوت کدام طرف قرار گرفت؟ طرف چپ. اما به زبان دری باشه جهت فوتنوت باید کدام طرف باشه؟ طرف راست. خب شما شاید بگین که میم در تب هم اینجا جهت چنج میکنیم، موقعیت متن تغییر کرد. موقعیت متن از منابع اینترنتی استفاده شده. مثال من میرم اونجا ذکر کردم، هدف از این لین است. اگر لین به طرف بالای این متن قرار نگیره باز ایره ما فوتنوت یا این نوت تعریف نمی کنیم. چطور میتونیم لین به طرف راست قرار بگیره؟ به کتابای دری یا در منوگرافات جهت فوتنوت لین باید طرف راست قرار بگیره. پس میم در تب ویو، به تب ویو میم، اینجا نمیشه اصلا درافت سفر درافت انتخاب میکنیم. دوباره میم در رفرنسز. زمانی که دوباره در رفرنسز آمدیم اینجا نمیشه اصلا شونوتز، به شونوتز کلیک میکنیم یک صفحه باز شد. اینجا در این صفحه فوتنوتز پریجور انتخاب میکنیم و بعدا در تب هم جهت تغییر میدیم. پس میم سفر نارمل پرینت لیاوت، موقعیت لین به طرف راست قرار گرفت.
حال ده این سند ده هر صفحه که فوتنوت یا اینوت استفاده میکنیم موقعشون کدام طرف میباشن؟ موقعشون طرف راست صفحات سند میباشن. موضوع بعدی، فوتنوت های استفاده شده را نیردوی شما انتخاب میکنم پاک میکنم. اول خب این شکل پاک نمیشه، اگر جدا جدا پاک میکنین هر کدامشون بزنیله اینش پاک نمیشن. اگر یک کس سوال میکنه فوتنوت ها یا این نوت استفاده شده را از سند من نمیخوایم باشن، پاکش میکنم. گفتم اگر شما جدا جدا فوتنوت ها پاک میکنین فوتنوت پاک میشه، بزنیلهش پاک نمیشه. و غیر از اون دقیقدر صفحات فوتنوت هایی که شما پاک میکنین چه وقت میگیره؟ بسیار مشکل است. پس چی میکنین؟ مین در تابو هم، در تابو هم یک درس به نام ریپلیس ما شما خواندیم. کنترل اچ در ریپلیس ویت دینی مور اپشن مین در فایند وات، در فایند وات اول در سپیشل مین اینجا نوشته سن فوتنوت مار. خب یک اینوت است که فوتنوت ما فوتنوت ها فیلن کار میکنم. باز در ریپلیس سپیس ریپلیس آ بله اوکی تمامیه. ما دوباره در یک سندی دیگه کار میکنم فوتنوت ها را پاک میکنم. در هر صفحه که فوتنوت استفاده کردیم فوتنوت چه میشن؟ میخوای پاکش کنی از این طریقه میتونی پاک کنی. ما در این صفحات میم فوتنوت استفاده میکنم کنترل آلت اف. خب در هر جایی که باشه کنترل آلت اف میخوایم فوتنوت ها پاک شون. کنترل اچ the find what the special فوتنوت مارک انتخاب میکنین اینجا چی میگیم؟ space replace all بله اوکی تمامی فوتنوت های استفاده شده از نیستن. به این طریقه میتونین فوتنوت و یا این نوت از صفحات سند دلیت کنین. درس امروز ما در تبل رفرنسز، تبل آف کانتنتس و فوتنوتس.